من به خاطر پسرم دارم مهاجرت میکنم. پسرم حالا این مشکلات مالا مغزی چیزا داره، بعد تحقیقاتی که انجام دادم آمریکا و استرالیا تقریبا شاخص‌ترین کشورها بودن برای بحث خدمات دهی به چنین مشکلش چیه افرادی. مثلا مشخصا؟ مشکلش تو سرش تومور بود، بعد حالا بحث تشنجی نداشت و دارویی که داره میگیره به شدت بیشفعالش کرده، یعنی حتما باید یه نفر مراقبت ازش، یه نفر باش که ازش مراقبت انجام بده و نیاز به گفتار درمانی و کار درمانی اینا داره دیگه. اوتیزم که نیست. اوتیزم کیسش بود ولی رد شد، نه اوتیزم نیست، ارتباطاتش خوبه، میتونن یعنی ببین ولی در کار کار حالا کار درمانی ها جفتشون با روش ای بی ای دارن کار میکنن، یعنی روش جفتشون اوتیزم هست، یعنی فرق در بس درمانش نداره. درمانش میتونه تا یه حدی مشابه است. ببین چند تا مسئله اینجا مطرحه. اولا که من معمولا کسی که میگه بچم به خاطر بچم مهاجرت میکنم باش مخالفم، ولی یه ولی داره، میگم بخشی از مهاجرت به خاطر بچه باید باشه، باز یه ولی دیگه داره، در کیس شما 100% موافقم. یعنی حتی شما اگه به خاطر بچه هم مهاجرت کنین کار درستی داری میکنین. خب توضیحاتش مفصله ولی جزئیات داره، شاید خیلی میشه در موردش حرف زد، ولی تصمیم 100% درستیه. خب و داشتیم، من کلاینت هایی داشتم که 2 نفر 3 نفر که حتی بچه هاشون اوتیزم بودن، تازه اینا قرقروهای ایران نبودن، آدمای بالاخره مثل خود شما کارشون بلد بودن، متخصص بودن. الان که اومدن استرالیا به مراتب با فاصله زیادی راضی ترن و طبیعی هم هست، چیز عجیبی نیست، یعنی یه چیزی که قابل پیش بینی هم هست، کاملا قابل پیش بینی. بر ما اینجا داریم زندگی میکنیم، داریم میبینیم شرایط کشور و جامعه رو، داریم میبینیم تو استرالیا که چجوریه و اصلا فوق العاده است توی مسائل. پس این تصمیم درستی در کیس شما. ولی یه نکته مسئله اینجا مطرحه، اگر که اوتیزم بود، من چون اوتیزم رو دیگه چند تا تجربه کردم به شما میگفتم که احتمال اینکه تو تستای پزشکیش به مشکل بخوره خیلی پایینه، چون دیگه تجربه هم کردیم و دیگه اون استرس اولیه‌مون خوابیده روی بحث اوتیزم. ولی این مسئله رو در نظر بگیرین که ما تستای پزشکی رو هم داریم در نهایت برای ویزاها و اونجا نباید رد بشیم. شاید یه راهکاری که بشه انجام داد بعدن، یادآوری هم از طرف شما بشه موقعی کار شروع میشه، این باشه که اگر شد ببینیم، اگر شد یه هپایدی بگیریم براشون. هپایدی همون کدیه که شما میری و تست پزشکی میدی قبل الو از کارت اینکه اوتیسم داره دکتر، جان کارت اوتیسم داره، یعنی انا چون ارزیابی اولیه شو بهش براش کارت صادر کردن، انا کارت اوتیسم داره. خب نه میری بحثم چیه، بحثم پزشکیه. میگم که اولا که کلا خیلی نگران نباشین، شما بتونیم اگه بتونی یه جوری پیگیری کنی مهاجرت کنی، دغدغه های شما نسبت به بچه، چون من خودم بچه دارم کاملا شرایط میفهمم، دغدغه های شما نسبت به بچه برداشته میشه تا حد زیادی. من دارم با بچه‌ها که در ارتباطم، به نظر من شما باید زودتر این کارو میکردین، نظر شخصی من باید زودتر این کارو میکردین، چون این بعد خیلی آزادی عملت بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه. کلا کشورهای غربی، کشورهای مهاجرپذیر مثل استرالیا، حالا کانادا، آمریکا هم همینا. ببین نکته ای که خیلی مهمه، شاید یکی از مشکلات بچه های ما، این سبک بچه هایی که این مسئله رو دارن توی ایران دارن، بیشتر عدم توجه و توجهه، یعنی دوتاش خرابه، هم عدم توجه گیر داره هم توجه گیر داره. اصلا شاید نباید توجه کنی، تو حق نداری یه جایی توجه کنی به بچه ای که این مسئله رو داره، اصلا برایش توجه میکنی بهش، میدونی؟ من چیزی که خیلی برام جالبه تو استرالیا و دوست دارم، عدم توجه هوشمندانه مردمه، اصلا بی نظیره، این بی نظیره. یعنی شما بچه رو نگاه میکنی نشسته با خانوادش، داره یه زندگی طبیعی، کاملا طبیعی تجربه میکنه همه چیو، نه پدر و مادرش تو حس میکنی رفتار غیر طبیعی باش دارن، دلسوزی های عجیب و غریبی بهش نشون میدن، نه مردم اصلا کسی اهمیتی میده، کسی نگاه میکنه، اصلا کسی نگاه نمیکنه به موضوع. خب شما بیا اینو
برو توی کسایی که یعنی تو موضوع ببر صحبت کسایی که مشکلات دارن نمیتونن راه برن. تمام شهر، یعنی شما از خونت میتونی بیای بیرون سوار یک این چرخه الکتریکی بشی که اینجا زیاده، دکمهشو بزنی بری کل شهر رو بگردی برگردی به خونت. تو سوار اتوبوس میشی، سوار مترو میشی، آسانسور، هر پاساجی دلت بخواد میری. میگم تمام شهر بدون اغراق، در تمام شهر بدون اغراق میتونی بری بگردی و پره. شما بیا اینجا، بعضی ها میگن چقدر این کشور استرالیا چقدر مثلا بچه های سندروم اینجا زیادن، یا چقدر کسایی که نمیتونن راه برن مثلا فیلچر استفاده، فیلچر برقی استفاده میکنن زیادن. یعنی عزیز من زیاد نیستن، تو تو ایران نمیبینی اینا رو، اینجا میبینی صد همشون تو جامعه دارن زندگی طبیعی میکنن، دارن بیرون دارن زندگی میکنن، کسی هم باهاشون کاری نداره. برای همین اصلا یه دنیای دیگه تجربه میکنید، یه دنیای دیگه، یه دنیای خیلی قشنگتری تجربه میکنید توی مهاجرت.